سرخط اخبار قولهای تکنولوژی ناامید کننده بودن نفتی ها امیدوار کننده اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه سوم بیش از آنچه انتظار میرفت رشد کرد اما یورو بر خلاف ین در حال رشد هنوز ضعیف است ادامه ی کاهش بازارهای سهام و البته اخبار جفت ارزها و ارزهای مجازی در مشروع اخبار آنچه باید در بازارهای مالی امروز بدانید را به سمع و نظر شما خواهم رساند با عرض سلام و شب بخیر فریبا هستم از شبکه خبری پر اسکیلز امروز جمعه سیوم اکتبر 2020 برابر با نهم آبان ماه 1399 با اخبار اقتصادی در خدمت شما هستم مشروع اخبار چشمانداز قولها اطمینان خاطر نداد سیلیکون ولی نتایج را ارائه داد که انتظارات درآمدی را برآورده کردند اما چشماندازهایی ضعیف برای سه ماهه آینده به نگرانی بازارها و سرمایه گذاران افزود فیسبوک، اپل و آمازون همگی در معاملات بعد از ساعت رسمی بازار سقوط کردند و در معاملات امروز هم در پی ریسک تنظیم مقررات پس از انتخابات و در مورد اپل عدم موفقیت فروش در بازارها به صورت میانگین 5 درصد از دست دادند در این بین تنها سهام آلفابت به اخبار روز واکنش مثبت نشان داد و پس از آنکه این شرکت گفت تجارت تبلیغاتی خود در سه ماهه گذشته رشد خوبی کرده و همینطور وعده در زمینه گسترش امکان استفاده بیشتر کسب و کارها از حجم ابرهای خود داد در معاملات امروز رشد 5 درصدی را تجربه کرد. ین در بالاترین سطح چهار ساله است اما یورو با داده های تولید ناخالص داخلی هم تقویت نشد. ین در نزدیکی بالاترین سطح خود در چهار سال اخیر در برابر دلار امریکا قرار گرفت زیرا ریسک گریزی ناشی از آخرین موج شیوع ویروس کرونا در اروپا و ایالات متحده تقاضا برای ارز مورد علاقه بازارها را افزایش داده امروز داده های تولیدات صنعتی ژاپن برای ماه سپتامبر نیز بهتر از انتظارات منتشر شد البته به نظر میرسد مواجهه ژاپن با اقتصاد رو به رشد از آن حمایت کند. تولیدات صنعتی کره نیز انتظارات را برآورده کرد و 8 درصد نسبت به ماه سپتامبر رشد داشت یورو پس از رسیدن به پایین ترین سطح یک ماه یک ممیز شانزده در روز پنج شنبه در پاسخ به چشمانداز ضعیف اقتصادی لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا برای حوزه یورو تحت فشار دلار باقی ماند داده های تولید ناخالص داخلی سه سوم که بسیار بهتر از انتظارات نه ممیز چهار دهم درصدی در دوازده ممیز هفت دهم درصد منتشر شد نیز به یورو کمکی نکرد و در پی ضعف خورد فروشی سپتامبر و ادامه تورم زیر سفر در آلمان باز هم تحت فشار قرار گرفت. امروز شاخص دلار نیز بخشی از رشد های روز گذشته خود را از دست داد و با یک دهم ده درصد کاهش در 93 ممیز 90 معامله شد در بین دیگر ارزها امروز فرانک سوئیس با یک دهم ده درصد کاهش ضعیف ترین ارز روز بود و پوند با یک دهم ده درصد رشد بهترین نمایش روز را داشت اوقای مورچه ارزه اولیه گروه اند همچنان در حال شکستن رکورد ها می باشد سرمایه گذاران خورد بیش از دو ممیز هشت دهم تریلیون دلار. بله تریلیون دلار سفارش برای سهام آن ثبت کردند این بیشتر از کل تولید ناخالص داخلی انگلستان، هفتمین اقتصاد بزرگ جهان یا کل سرمایه بازار بورس سهام آلمان یا کانادا است. این گروه خدمات مالی چینی که هول سیستم پرداخت علی پی ساخته شده است، پیش از این فروش سهام به خریداران حقوقی را انجام داده بود که سرمایه بین 34 ممیز 3 تا 39 ممیز 5 میلیارد دلار جمع آوری کرده بود بزرگان انرژی خوب عمل کردند اما نفت نه قیمت نفت خام از پایین ترین سطح در نزدیک به پنج ماه گذشته برگشت اما بسیار ناچیز و همچنان در پایین ترین از تابستان گذشته قرار دارد معاملات آتی نفت خام ایالات متحده امروز در 35 دلار و 60 سنت در هر بشکه بود که کمتر از یک دلار نسبت به پایین ترین قیمت روز پنج شنبه افزایش داشت اما همچنان در این هفته با کاهش ده درصدی روز روبروست معیار بینالمللی برنت نیز با توجه به افزایش ها مبنی بر اینکه افزایش مبتلایان کووید 19 منجر به تخریب تقاضای بیشتر در پایان سال خواهد شد با 1.5 درصد کاهش در 37 دلار و هفتاد سنت معامله شد در جبه شرکت ها شفران امروز سود قافل کننده و شرکت اکسون موبیل ضرر بسیار کمتر از حد انتظار را برای سه ماهه سوم گزارش کردند در حالی که توتال فرانسه نیز درآمد بهتر از حد انتظار را گزارش داد امشب به وقت ایران تعداد دکل های نفتی بیکر هیوز نیز منتشر خواهد شد و ادامه ی کاهش بازارهای سهام سهام ایالات متحده در روز جمعه نیز با افت مجدد روبرو شدند که با واکنش به گزارش های درآمدی شرکت های تکنولوژی بود به غیر از قول های تکنولوژی سهام شرکت توییتر نیز پس از اختار سیستم عامل رسانه های اجتماعی در مورد افزایش هزینه ها و ضربه احتمالی به هزینه های تبلیغاتی مربوط به انتخابات در سه ماهه چهارم بیش از 20 درصد در معاملات امروز کاهش داشت این شبکه اجتماعی همچنین به جای 9 میلیون کاربر فعال مورد انتظار فقط یک میلیون کاربر فعال در این سه ماه اضافه کرده است یکی دیگر از عملکردهای ضعیف امروز نتفلیکس بود که در روز پنج شنبه اعلام کرد قیمت را برای مشترکین ایالات متحده افزایش می دهد. در پی این اخبار سهام نتفلیکس نزدیک به 5 درصد سقوط کرد. با وجود کاهش در بازارهای سهام امروز داده های خوب ایالات متحده همچنان نشان از رشد احساسات و چشمانداز مثبت آنها برای اقتصاد دارد که در داده های خوب منتشر شده ی دانشگاه میشیگان به خوبی قابل لمس بود در معاملات ساعت اولیه امروز داوجونز 1.5 درصد کاهش داشت اس اند پی 1.8 دهم درصد و نزدک 9.8 دهم درصد از دست داد اما در اروپا و در حالی که یو کی 100 و داکس به ترتیب 2 و 6 دهم درصد از دست دادن CAC چهل فرانسه 2 دهم درصد رشد داشت پیشتر اما در آسیا تابلوها همه به رنگ قرمز بودند نیکی و شانگهای یک و نیم درصد از دست دادند و هانگ سنگ نیز دو درصد پایین تر بسته شد و در انتها اخبار ارزهای مجازی در معاملات امروز ارزهای مجازی بیت کوین بدون تغییر در محدوده 13500 دلار معامله شد اتریوم دو 2.2 دو درصد از دست داد و به 380 دلار کاهش پیدا کرد ریبل دو نیم درصد از دست داد و لایت کوین نیز دو چهار درصد با سپاس فروان از توجه شما عزیزان به این بخش خبری از شما دعوت میکنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما را با آدرس ادساین پرسکیز نیوز دنبال بفرمایید شب روزگارتون خوش شاد و پیروز باشید